من پدرم را از دست دادم، در حالی که خودم جون صدها آدم را از مرگ حتمی نجات داده بودم. پدرم بدون هیچ گونه سابقه بیماری خاصی یه روز ظهر بعد از نهار و وقتی داشت قبل از نماز کمی استراحت میکرد روی تختش فوت کرد و کسی نبود اون لحظه احیای قلبی رو بلد باشه. تا از بیمارستان به خونه برسم پدرم آسمانی شد و هزاران افسوس برای من موند که چرا باید پدرم در سن 59 سالگی ما رو تنها بذاره. اینها برای ما کادر درمانی ها خیلی سخته. وقتی میشد با چند حرکت ساده عمر دوباره به دیگران بخشید، ولی عزیز خودمون رو از دست دادیم. سلام، به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدید. لطفاً این ویدیو رو با تمام قلبت ببین و یاد بگیر، چون ممکنه یه روزی یه جایی به دردت بخوره. امیدوارم بتونی نجات دهنده جون کسی باشی. بریم سراغ آموزش ساده احیای قلبی ریوی. اصلا چرا یک نفر دچار ایست قلبی یا تنفسی میشه؟ خیلی علت ها هست. مثلا ممکنه داروی اشتباهی خورده باشه، ممکنه غذا تو گلوش گیر کرده باشه، ممکنه خفه شده باشه، ممکنه قند خونش خیلی پایین اومده باشه، ممکنه سکته قلبی کرده باشه، آمبولی ریه یا هر چیز دیگه ای. مایی که با چنین فردی برخورد میکنیم و شاهد اتفاقات قبلی نبودیم، با یک سری دستورالعمل ها میتونیم جون اون فرد رو نجات بدیم. یادتون باشه ما فقط 4 تا 6 دقیقه وقت داریم که از کمبود اکسیژن مغز فرد جلوگیری کنیم و وظیفه ما اینه که عملیات پمپاژ قلب اون فرد رو به صورت دستی انجام بدیم. اگه شاهد افتادن فرد بودین و بلافاصله بعد از افتادن بیمار به علت ایست قلبی ریوی عملیات رو شروع کنید، شانس زنده موندنش 2 تا 3 برابر بیشتره. البته اگر پروسه CPR یا احیا به طور صحیح و سریع انجام بشه، بیمار به احتمال 50-75% زنده میمونه، چون فقط سرعت عمل مهم نیست، بلکه باید CPR به روش صحیح هم انجام بشه تا نتیجه بخش باشه. بریم سراغ مراحل احیای قلبی ریوی که هر کس میتونه یاد بگیره و اجرا کنه، حتی کودکان که باید اینها رو یاد بگیرن و در مواقع ضروری به کار ببرن. اول باید محیط اطراف بیمار رو بررسی کنید که امن باشه. مثلا ممکنه برق گرفتگی باشه. نباید شما قبل از قطع برق به فرد دست بزنید. ممکنه یه دیوار در حال خراب شدن باشه. ممکنه اصلا خفگی در اثر حمله یک شخص دیگه باشه. پس اول اطرافش رو چک کنید و بعد بهش نزدیک بشید. بعد روی یک سطح صاف بخوابونیدش طوری که زیرش سفت و محکم باشه و کاملا هم باید بدنش به صورت صاف باشه. قدم دوم اینه که شرایط پاسخگوییش رو بررسی کنید. اگر یه فرد بالغه با صدای بلند ازش بپرسید که حالش خوبه، محکم به شونه هاش بزنید. اگه بیهوشه با صدای بلند بپرسید ببینید پاسخ میده یا نه. اگه با یه نوزاد طرف بودید به پاش ضربه بزنید و عکس العملش رو بررسی کنید. نبض گردن رو هم چک کنید ببینید چیزی حس میشه یا نه و صورتتون رو مقابل دهان و بینیش قرار بدید ببینید رطوبتی حس میشه یا نه. اگه نبض نداشت اقدامات بعدی رو باید انجام بدید. قدم سوم، اگه فرد پاسخگو نیست سریعا باید با اورژانس تماس بگیرید و از کس دیگه هم برای عملیات احیا کمک بخواید. اما اگه تنهایید یا فردی که برای اون CPR انجام دید دچار غرق شدگی توی آب شده یا یک کودک 1 تا 8 ساله هست، اول باید به مدت 2 دقیقه CPR رو انجام بدید که مراحلش رو میگم و بعدش با اورژانس تماس بگیرید. در قدم بعدی اگه دستگاه شوک یا دستگاه AED در دسترس شماست، از اون دستگاه برای بررسی ریتم قلب استفاده کنید، چون این ویدیو رو ممکنه خارج از کشور، خارج از ایران هم خیلی ببینن. اگر دستگاه در دسترس نیست وقت رو نباید تلف کنید و باید کار احیا رو شروع کنید. دستگاه‌های AED توی کشورهای پیشرفته توی خیابوناشون هم نصب شده و حتی راهنمای کار باهاش رو به صورت قدم به قدم نوشته که چیکار باید بکنید و خیلی آسونه کار کردن باهاش. اما میرسیم به مهمترین مرحله. حالا عملیات فشردن قفسه سینه رو باید شروع کنید. بعد از 30 بار فشردن قفسه سینه 2 بار تنفس دهان به دهان باید بدید به طوری که بتونید قلب رو 100 تا 120 بار در دقیقه مجبور به پمپاژ کنید.
در مورد نحوه قرار دادن دست خیلی دقت کنید. نگاه کنید، اگر دست راستتون قالبه باید زیر قرار بگیره و دستی که غیر قالب هست باید بیاد رو و دست رو به این حالت قرار بدید، جوری که پاشنه دستتون به صورت حالا بیرون زده باشه و این قسمت دقیقاً باید توی یک سوم انتهایی استرنوم یا جناق سینش قرار بگیری، یعنی این قسمت تقریبا این محدوده و این بالشتک دست و این قسمت نرم دست رو بذارید روی اون قسمت طوری که آرنجتون با هر بار بالا و پایین شدن کاملا صاف بشه. مقداری هم که دستتون رو فشار میدید خیلی مهمه. توی بزرگسالان وقتی دارید این کار رو انجام میدید باید حداقل 5 کیلو نیرو روی دستتون بیارید و 5 سانتی متر هم قفسه سینه‌اش فرو بره. اگر متوجه شدید که قفسه سینه‌اش صدا داد و دنده‌ها شروع کرد به شکستن اصلا نگران نباشید. مهم اینه که جون اون فرد رو نجات بدید. ترمیم دنده‌های شکسته شده چیز سختی نیست و خیلی آسون میشه اون کار رو انجام داد. اگر فردی که باهاش مواجه شدید یه کودک 1 تا 8 ساله هست، باید با یک دست این کار رو انجام بدید و 5 سانتی متر فشار بیارید. در نوزادان باید به اندازه 3 سانتی متر فشار بیارید و 2 تا انگشت دستی که قالب هست برای این کار کافیه که به این صورت باید شما ماساژ قلبی رو انجام بدید. پس احتمالاً دنده های فرد میشکنه ولی طبیعیه، نترسید و ادامه بدید. پس هر بار که ما قفسه سینه رو فشرده میکنیم آرنج کاملا صاف میشه و اجازه میدیم کاملا قفسه سینه به حالت اول خودش برگرده. این میشه یه ماساژ موثر که اگه به این صورت انجام بشه خیلی بازدهیش بیشتر از اینه که شما مرتبا تونتون بخواید ماساژ بدید ولی اجازه برگشت قفسه سینه رو ندید، انگار که قلب رو دارید نصف نیمه پمپاژ میکنید و این اصلا برای بیمار خوب نیست. این کار رو تا زمانی که فرد شروع به نفس کشیدن کنه یا اورژانس از راه برسه ادامه بدید. اگر فرد شروع به نفس کشیدن کرد اون رو به آرومی بخوابونید و منتظر اورژانس باشید. اگه برای نفس دادن به بیمار متوجه چیزی توی گلوش شدید یا اینکه دیدید زبونش برگشته یا هر چیز دیگه‌ای که نشون میده راه هواییش مسدود شده، باید قبل از نفس دادن اونو برطرف کنید. مثلا یک بار من با صحنه مواجه شدم که فرد از ارتفاع افتاده بود، دندون مسدودش کاملا توی دهنش خورد شده بود و زبونش هم کمی به عقب برگشته بود. اول با دست دندوناش رو در آوردم، بعد زبونش رو عقب کشیدم و شروع کردم به نفس دادن. اگر دهان بیمارتون قفل شده بود میتونید یه دستتون رو بذارید روی پیشونی، با دست دیگه فکش رو بکشید پایین که معمولا باز میشه. اگه نشد با دوتا دستتون یه مقدار گردنش رو خم کنید، بعد دوباره این کار تکرار. البته برای اینکه بتونید گردنش رو جابجا کنید باید مطمئن بشید که ضربه‌ای به نخاع گردنش وارد نشده باشه. اگه ضربه‌ای به نخاع گردنش وارد شده بود نباید این کارو کنید چون احتمال قطع نخاع شدنش هست. برای نفس دادن سوراخ بینی رو با دستتون بگیرید و بعد یه دم عمیق داشته باشید و بعدش همه نفستون رو توی دهنش خالی کنید و باید متوجه بالا اومدن قفسه سینه بیمار بشید، اینکه پر از هوا شده. اگه به هر دلیلی نتونستید نفس بدین و یا ترسیدین که دچار عفونت‌های خاصی بشید، هر چند ریسک ابتلا به عفونت توی این حال خیلی کمه، ولی لطفاً ماساژ قلبی رو ادامه بدین تا جایی که کمک برسه، اون خیلی حیاتی تره. پس کارمون اینه که تا زمانی که بیمار به شکل طبیعی شروع به تنفس کنه 30 عدد فشار روی قفسه سینه و 2 بار تنفس رو بیوقفه ادامه بدیم. بعد از هر 4 بار تکرار این سیکل، یعنی ماساژ نفس ماساژ نفس، نبض رو چک کنید. اگه نبض شخص خیلی ضعیف و نامنظم میزنه باید به همون تنفس مصنوعی اکتفا کنید و از ماساژ قلبی بپرهیزید چون ممکنه مجددا منجر به ایست قلبی بشه. اگه یه نفر دیگه داره نبض رو چک میکنه، هر وقت خواست نبض رو چک کنه شما ماساژ قلبی رو متوقف کنید، چون اگه ماساژ بدید خب قاعدتا نبض ایجاد میشه دیگه، این باعث میشه که دچار خطا و اشتباه بشید. اونقدر ماساژ دادن مهمه که اگه به خوبی انجام بشه حتی میتونه جایگزین اون نفس هم بشه، یعنی اگه نفس ندادید فقط ماساژ دادید میتونه جون اون فرد رو نجات بدید. این مراحل بسیار ساده است. از شما میخوام تا جایی که براتون امکان داره اینها رو به بقیه هم یاد بدید. کسی از آینده خودش خبر نداره، شاید یک بار هم تو به کمک شخص دیگه احتیاج داشتی. سوالی بود کامنت کنید شخصا پاسخ بدید.